بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه مبارک رمضان تموم شد. از خداوند باید عاجزانه بخواهیم که طاعات و عباداتمون در این ماه مبارک و با لطف و رحمتشون قبول بفرمایند، چون این بزرگان دین همیشه این کار رو انجام میدادن و این هم قرآن یک قاعده اساسی قرار داده. ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام بعد از اینکه کعبه را درست کردند دیگه دعا کردند که چی؟ ربنا تقبل منا، از ما قبول کن. نه این است که انسان حالا بگه من دستور رو انجام دادم، خدا بخواهد قبول کند قبول نکند دیگه به خدا برمیگرده، مثل که منت بر خدا میزنه. نه، بلکه انسان باید اون طاعات عبادات انجام بده آنگونه که خدا خواسته برای خدا، و چون نفع این طاعات عبادات به من و تو میرسه، به خدا نمیرسه که بگم حالا خدا میخواد قبول کند. و چرا خدا مثلا قبول نکند؟ حتما قبول میکند. شما ما که نمیتونیم جای خدا حکم کنیم. حالا قبول کردن یا نکردن این دیگه با میزان الله هست، با میزان من و تو نیست. بس وقتی فایدهش به من و تو میرسه دیگه نباید بگیم که حالا خدا خواست قبول کنه یا قبول نکنه. بس اگه این گونه تو ضرر کردی، بلکه بایستی عاجزانه انسان از خدا بخواهد عملی که انجام داده الله سبحانه وتعالی با لطف و رحمتش از ما قبول کنه. همیشه هر کاری انجام دادیم این فضل و نعمت خدا را بر خودمون بیاد داشته باشیم که به ما توفیق داده که این کار را انجام دادیم، و بعد دعا کنیم که خدایا حال که توفیق دادی همش لطف و رحمت تو بود که من این عبادت را انجام دادم، حالا با لطف و رحمتت هم این عبادت را از من قبول بفرما. این قضیه خیلی مهم است. اما مسئله بعد، قبل از اینکه وارد موضوعمون بشیم، که موضوعمون در مورد چرا انسان بایستی همیشه بیاد خدا باشه، چرا بایستی همیشه اذکار را تکرار کنه. قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم، این روزها یک نمایشنامه ایران و اسرائیل و آمریکا راه انداختند برای مشغول کردن مردم و برای اینکه بگیم متاسفانه اسرائیل بتونه به اهداف خودش بهتر برسه و یک آبرو حیثیتی را برگردونه. جهان را مشغول کردن به این قضیه ایران و او در مقابل به جنایات خودش ادامه داد. از طرف دیگه هم دیدیم که دیگه با این سر و صدایی که ایران راه انداخت، ظاهرا دیگه به اسرائیل هم این حق دفاع را داره میده، میگه که بله ما باید از خودمون دفاع کنیم، حق داریم. نگاه کنید این هجوم نمایشی موشکی ایران به اسرائیل که میخواست تلافی کنه، اسرائیل حمله کرد، نیروهای ارشد ایران رو در سوریه و بگیم به درک فاصله کرد. کسانی که جنایت کردن در سوریه، چقدر انسان کشته بودن، چقدر مظلوم و بیگناه کشته بودن. دیگه حالا اینها برای اسرائیل دیگه برگ یا کارت سوخته بودن، ورق سوخته بودن، تصفیهشون کرد و تموم شد. اما ایران هم میخواد تلافی کنه. دو هفته گذشته یه سر و صدایی، بعدم بانکهایی که بانکهای هجومیشون مشخص کرده کجا میخواد حمله کنه، با آمریکا و اسرائیل هماهنگی کرده، چند تا موشک زده و سلام شد تمام. خب اینها حقیقتا هم یک نوع آمریکا و اسرائیل میخوان که به ایران یک مقام و منزلتی بدن در عالم اسلامی، چون دیگه بعد از این 6 ماه هیچ کاری نکردن، اینقدر سر صدا میکردن، قدس و نیروهای قدس و گردان قدس و لشکر قدس و فلان قدس، اینا هیچ کاری نکردن و دیدیم غزه با خاک یکسان شد، اینا هیچی، تماشاگر هستند.
نیروهاشون در لبنان، در یمن، یمن همین بازی ها و نمایشی که اجرا می کنن. برای چیه؟ برای اعتبار بخشیدن به این هاست. و آمریکا همیشه سعی می کنه که عقیده روافض را به عنوان اسلام معرفی کنه. در روافض احساس خطری نمی کنن. آنچه که براشون خطرناک است عقیده اهل سنت است. اهل سنت و جماعت که از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم منشأ گرفته. شما نگاه کنید در زمانی که این رژیم به وجود اومده، این رژیم دانسته، نادانسته، خواسته، ناخواسته ابزاری بوده برای اجرای برنامه هایی که آمریکا و اسرائیل در مورد خاورمیانه داشتند. از زمانی که اینها اومدن میبینید که چقدر اختلافات دینی شدت گرفته. همکاری که بالاخره اینها چه در سقوط صدام، در سقوط طالبان اول داشتن، در جنگ عراق و آمریکا که چگونه ایران اسلحه از اسرائیل میگرفت، میخرید، همه اینها. بعد ببینید که الان در عراق چقدر جنایت کردن، در سوریه چقدر جنایت کردن، در شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، کوچ اجباری اهل سنت، کشتار اهل سنت. ببینید کارهایی که اینها کردن، جنایتهایی که اینها کردن. حالا هرچی که آمریکا جنایت کرد در عراق، در افغانستان، یا روسیه در سوریه چه جنایتهایی کرد، بیشتر از این متاسفانه ایران و نیروهای نیابتی ایران در این کشورها انجام دادن. حالا خواسته ناخواسته، دانسته نادانسته، اینا الان شدن به عنوان ابزاری در دست آمریکا و اجرای برنامه هایی که آمریکا میخواد. حالا شرط نیست که بدونن، همین که اونها در یک جریانی انداختند کافیست. ولی خب آنچه که مشخص هست این برنامه ریزی که با هم دیگه دارند، تفاهماتی که دارند، حالا میخواد تلافی کنه، 14 روز گذشته و بعد گفتن که کجا میزنیم. زمانی که قاسم سلیمانی را به هلاکت رسوندن، بار دیگه ترامپ اعلان کرد، گفت که ایران با ما هماهنگی کرده بوده، مشورت کرده بوده که کجا میزنیم و به نیروهای آمریکایی اصلا ضربه وارد نمی کنیم، چه پایگاهی میزنیم، کجا میزنیم، اجازه گرفته بودن هماهنگی کردن. الان هم به همین صورت و الحمدلله همین کارها باعث شده بود که خیلی از این کسانی که امیدی به ایران داشتن، از همون فلسطینی ها که انسان در توییتر میبینه میخونه، دیگه قطع امید کردن. یعنی الحمدلله، یعنی این نمایش بر علیه خودش شد، بر علیه رژیم ایران شد. سعی داشت که استفاده کنه باز به این نمایشش ادامه بده، اما الحمدلله برای اونهایی که فریب خورده بودند دیگه کاملا مفتضح شدند. لیمیز الله الخبیث من الطیب، بالاخره این چیزیست که قانون خداست که بایستی اونی که منافق هست از مؤمن، اونی که صادق هست از کاذب، اون که طیب هست از خبیث باید جدا بشه، شناخته بشه. در این گونه مواقع هست، در این گونه ازمنه هست که مشخص میشه، از هم جدا میشه مدعیان با کسانی که واقعا صادق و راستگو هستند. الحمدلله در همه این مصیبت هایی که میاد همیشه انسان باید بدونه که خیلی فراوانی توش هست. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، خیال نکنید که شر نیست برای شما، بلکه خیریست، خیر فراوانی در آن هست. حالا میمونه که انسان با چه دیدی به این قضایا نگاه کند. با اینکه خب قضیه خیلی سنگین هست، ولی الله سبحانه و تعالی میفرماند که در این مصیبت هایی که پیش میاد یه خیرهای فراوانی هست، در دل اون، در بطن آن
خیر فراوانی هست. فقط انسان باید صبر کنه که بتونه به این بطن برسد و این غشاوه و این قشر رو، قشری که ظاهر بلا و مصیبت هست، باید برداشته بشه تا به یک اون خیر و رحمت فراوان رسید. خب سوال موضوع برنامه سوالش اینه که در بحث تکرار اذکار هست، این مسئله ایمانی است، یعنی اینکه چرا انسان بایستی اذکار رو تکرار کنه و یا بحث همیشه بیاد خدا بودن هست، چون ذکر یعنی بیاد داشتن و بیاد آوردن هست، یعنی همیشه انسان بیاد خدا باشه، غافل شد باز بیاد خدا بیفتد. و چرا این سوال هست؟ زیرا که آنچه که اهدافی که برای خواندن این اذکار، ذکر بیاد خدا بودن در نظر گرفته شده و وجود داره، امکان پذیر نیست مگر اینکه انسان دائما اونو تکرار کند و بیاد آن باشه، اصرار کند در خواندن این، حالا بگیم اذکار، تکرار کند، تدبر کند. و هر اندازه که انسان بیشتر تکرار کند، تدبر کند، خب به آن اهدافی که در پشت این خواندن‌ها قرار داده شده انسان میرسه. یعنی امکان نداره که شما با یک بار یک ذکری گفتن بخواید بگید که خب من به اون هدف رسیدم. نه، بایستی انسان تکرار کند. زندگی هم همیشه شما دارید تکرارش میکنید. یک کاری که انجام از نماز هست، روزه هست، همه اینها نیازمند چیه؟ تکرار هست. این یک قاعده کلی است که ما داریم مرتب تکرار میکنیم. شما نگاه کنید، پنج روز شما در روز پنج بار نماز میخونید، در روز 500 بار شما سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگویید، 500 بار. چند بار سوره الحمدو میخونید؟ بعد در رکوع چقدر چند بار میگید سبحان ربی العظیم؟ در سجده سبحان ربی الاعلا و بعد دعا میکنید؟ ببینید این تکرار کردن ها، همه عبادت ها اصل در اون تکرار هست. و این یک مقصد اساسی و کلی است، یک هدفی درش هست که چرا این طاعات و عبادات مرتب داره تکرار میشه. حالا به خودمون گفتیم که چرا من باید در هر روز پنج بار نماز میخونم؟ چقدر سنت میخونید بار دیگه؟ نماز سنت خیلی بیشتر هست، سنت راتبه داریم 12 رکعت، بعد نماز وتر هست، بعد نماز مثلا سنت، مثلا اینکه میخواد وضو بخونه سنت دوحا میخونه، تحیات مسجد میخونه، نافله میخونه، چند رکعت میخونه در روز؟ خب یک عبادتی است. اینجاست که ذکر خدا، بیاد خدا بودن، پس اندک کمش نتیجه نمیده. این صفت منافق هست که ولا یذکرون الله الا قلیلا، خدا رو اندک یاد میکنن، ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، با تنبلی میان به نماز، ولا ينفقون الا وهم كارهون، با کراهت، با دل ناخوش هم میان یک صدقه ای بدن. یعنی کار اندک انجام دادن، برخلاف مؤمن که خداوند فرمود که یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ببینید میگه که خدا رو خیلی یاد کنید و صبحگاه و شامگاه خدا را تسبیح بگویید، یعنی طول شبانه روزت، صبحگاه و شامگاه، و بعد ذکرن کثیرا، ذکر زیاد.
همیشه بیاد خدا باشید. اگر ذکر اندک نتیجه مورد نیاز رو میداد، دیگه نیازی به این تأکید نبود که ذکرن کثیرا، ذکر کثیر، ذکر زیاد. و یا میفرمایند که وذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا، پروردگار تو یاد کن صبحگاه و شامگاه، منظور کل وقت هست. و این فرمان وسبح بالعشی و الابکار، به همین صورت. این کل حقیقتا طاعات و عبادات، همه طاعات و عبادات اصل درش چیه؟ درش کثرت هست، تکرار هست، دائمی است، همیشه تو باید انجام بدی. اما در قضیه ذکر خدا، بیاد خدا بودن، خب این یک نوع اولویت داره، بیشتر میشه این انجام داد. علتش این هم این هست که اولا ذکر، بیاد خدا بودن، نتیجه همه عبادات هست. و اقم الصلاة لذکری، برای چه نماز و برپا داری؟ برای اینکه بیاد من باشی، بیاد خدا باشیم دیگه. و اقم الصلاة لذکری، نماز و برپا دار به خاطر چی؟ ذکرم. ولذکر الله اکبر، وقتی فرمودن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بعد فرمودن که ولذکر الله اکبر، نماز از فحشا و منکر باز می‌داره، اما ذکر خدا چی؟ بزرگتر هست. بزرگتر این کار انجام، چون همیشه تو بیاد خدا هستی. پس تمام تو عباداتی که انجام میدی، اصل مقصد عبادات چیه؟ اینه که انسان بیاد خدا باشه. مسئله دوم اینه که معمولا مردم، ما بیشتر از خدا غافل میشیم، از ذکر غافل میشیم. امکان داره نشستیم، داریم منفی بافی میکنیم، افکار منفی تو ذهنمون هست، چیزهای برای خودمون میبافیم، از یک چیزهای داریم ترسی برای خودمون ایجاد میکنیم، اگه این شد این میشه. و بیشتر اون چیزهایی که روانشناسان میگن تقریبا 90% امکان داره اون چیزی که خودمون برای خودمون میسازیم و به عنوان یک ترس و وحشتی داریم، اصلا تحقق پیدا نمیکنه. ما خودمون میترسونیم. خب وقتی که انسان ذکر خدا نکند، به کجا میره؟ بین افکار باطل، افکار منفی، افکار نادرست، برای خودش و ذهنش رو مشغول میکنه به چیزهای بیهوده. یا خب چقدر ما وقت داریم برای ذکر خداوند کردن؟ شما در ترافیک میفتید، میرید انتظار میکشید، در مسیرتون نشستید، هر وقت فرصتی پیدا بیاد انسان میتونه ذکر خدا کنه، اما انسان غافل میشه. بدین خاطر بر قضیه ذکر خیلی تاکید شده که میگه همیشه بیاد خدا باش، چون شیطان میخواد تو رو از خدا غافل کنه، نفس تو رو از خدا غافل میکنه. واقعا یک سبحان الله گفتن، ببینید اگه انسان عادت به خودش نده، این توفیق خدا شاملش نشه، ببین اگه میتونه بعد نماز بشینه سبحان الله الحمدلله الله اکبر بگه، چند نفر از هل کدام از خود ما، شما خودتون رو محاسبه کن نفس خودتون، میشینی بعد نماز برای از کار خوندن 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، حالا یا 34 بار الله اکبر گفتن، یا 33 بار الله اکبر و یک بار هم لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك و له الحمد و له كل شيء قدير. 500 بار در روز شما سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگویید. خودتو محاسبه کن، بیان واقعا میشینی هر تسبیحش سبحان الله بگید یک ثانیه، خیلی اونم اگه شما با تأنی بگید، اگه بخواید با شتاب بگید خب وقت کمتری میگیره. یک سبحان الله گفتن شما میشینید چقدر وقت میگیره براتون؟ وقت اندکی، چیزی نمیگیره، وقتی نمیگیره. اما مهم اینه که انسان غافل نشه از ذکر خدا. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
استاد عزیز، بعضی ها هستن که ذکر خدا به جا میان، یعنی من دیدم لباشون از هم به صدا همینطور رو هم بندم نمیشه. تاجر هم هستن، ولی حکی کارگر هم دارن میخورن، شش ماه هم کارگر هم بهش نمیدن، نماز هم میخورن، روزه هم میگرن، حج هم میرن. آیا این ذکر که اینا میکنن، این راه خدا که بسا دارن ادامه میدن، آیا اینا ریا هست؟ اینا چی هست؟ بعد انسان حق کارگر بخوره، ظلم به کارگر بکنه، آیا اینا هم بسیار جز احکام بسیار ذکر الله هست؟ اینو میخواستم لطف کنیم به تو مواظر توضیح بدیم. خواهش میکنم، بارک الله فیکم. نگاه کنید، ذکر یعنی بیاد خدا بودن. اگه ذکر انسانو از فحشا و منکر باز ندارد، تأثیر چیکار کرده؟ آیه گفت، فرمود که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، درسته؟ بعد چی فرمودن؟ بعد فرمودن ولی ذکر الله اکبر، ذکر خدا این کارو بیشتر انجام میده. یعنی اصل اینکه انسان نماز میخونه، نماز برای چی خدا گفته تو بخون؟ اینه که تو رو از فحشا و منکر، از چیزهای زشت و بد نگه باز داره، تو رو به طرف خدا ببره، تو رو همیشه با خدا در ارتباط کنه، بیاد خدا باشی. بعد میگه ذکر خدا نه بیشتر هست، بزرگتر هست، این کارو انجام میده. من آیه رو بیارم، ولذکر الله اکبر، یه دقیقه هم اجازه بدید که وصل بشم. بله، خب نگاه کنید اینجا الله سبحانه وتعالی چی میفرمایند؟ بله، می فرمان که اطل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة، آنچه که به تو وحی شده بخون، نماز برپا دار. چرا؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء و منکر. اینجا انه تعلیلی است. علت میگه که نماز بخون چیه؟ میگه زیرا که بدین خاطر که نماز از فحشا و منکر باز می‌داره. ولذکر الله اکبر، ذکر خدا والاتر و بزرگتر هست از هر چیزی. اینجا ترجمه کرده و معناش هم اینه که ممنون تاق فرمان که ذکر خدا، بیاد خدا بودن چی میشه؟ تأثیری که داره بیشتر هست، چون همیشه تو میتونی ذکر خدا کنی، تو همیشه نمیتونی نماز بخونی، یه وقتی تو نماز نمیتونی بخونی. بعد حالا یک وقت نهی هست، یک وقتی بی وضو هستی، امکان نیست مثلا، ولی ذکر چی؟ ذکر خدا، بیاد خدا بودن همیشه هست. حالا یکی سبحان الله میگه، پس مشکل در خود ماست نه در ذکر هست. ذکر، بیاد خدا بودن، نماز خوندن، اینها فایدهش چیه؟ فایدهش به من و تو میرسه که من و تو رو از زشتی ها باز میداره. وقتی که ما را اگه نماز میخونیم بعد زشتی ها رو انجام میدیم، پس این مشکل از خود ماست. نماز که همون این فرمولش هست، اصلا برای این ساخته شده، این ساختار نماز این هست، روی من تأثیر نداره، چون که من نخواستم، من نمیرم نماز برای چی میخونم، نمیدونم برای چی ذکر خدا میکنم. خب از یک طرف ذکر خدا کرده، یک عبادتی است، براش نمیشه میشه. از طرف دیگه حق بندگان هست، گناهی براش نوشته شده، یعنی این حسنات براش نوشته شده، نوشته میشه. نمیشه بگید که چون آقا ظلم میکنه دیگه نباید نماز بخونه، نباید به حساب دیگه حج بره، نباید ذکر خدا کند. من پیامو تماس بگیریم بعد ادامه میدیم ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عید که گذشت استاد، ولی بهتون باز تبریک میگم استاد. ممنون، عید بر شما هم مبارک باد. استاد ارجمند یک سخنی با این
شیعیان ناآگاه داشتم. دست شما در تقویم خیلی شما مبارک. استاد این شیعیان فقط در مسجد پاک به مسجد میذارن ایمانشان گل میکند و وقتی پا از مسجد بیرون میگذارن یک فرد عادی معمولی هستن. یعنی عبادت فقط فکر میکنن در مسجد رفتن، مؤمنن بیرون یک انسان عادی. این ماست اینا استاد دماغ نداره، یعنی عیسی رو گذشت تو کارشون نیست، فقط خودزنی دارن. یه صحبتی بکنم با این شیعیان که یه حس مشترک جمعی بین صحابه بوده، اینم قرآن و سنت بوده. هر کسی وقتی هوا سرد میشه نیاز به لباس گرم داره، در جای تاریک قرار میگیره نیاز به چراغ قوه داره، وقتی بارون میاد نیاز به چت داره. اگه انسان بخواد مسلمون باشه شهادت اینشو گفته، به قرآن و سنت نیاز داره، به هیچ چیز دیگه ای نباید چنگ بزنه. اینهایی که استاد صحابه بودن این شیعیان بدونن وقتی به قرآن و سنت چنگ زدن از کار خدا رو هم به لب آوردند و واقعا خدایی شدند، به سمت قرآن رفتند، به سمت سنت. بعد وقتی که قرآن و سنت رو یاد گرفتن دیگه مثل شیعیان سر قبل نرفتن بر سر بزنن، زنجیر بزنن، این کارها رو نمی کردن. این صحابه، این حضرت علی یک سنی واقعی بود، یک سنی که قرآن و سنت رو سعی میکرد عمل کنه ولی معصوم هم نبوده، یعنی اینکه اشتباهاتی هم داشته. استاد در آخر اجازه میخواستم یه شعری رو برای این آخوندا بخونم، اجازه هست استاد؟ بفرمایید. البته این شعر از زبان آخوند. لب شود ریش گر برد حرف از دل افکار ما، دومان هوشیار گر پرده رود رخسار ما، گریه بر چشم، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، خیش را قدسی نشان دادم بر هر کوی و بام، ننگ دین جایش به پیشانی و بس، ای وای ما، آب صد دریا نشور بار گناهان مرا، سینه گر لب به سخن آرد بگو افکار ما، با عبا نعلین بر پا، پارچه ای بر روی سر، شوق اختلاس و دزدی باشد در احوال ما، گر که شاگردی کند ابلیس با کیب نیست نیست، شیخ گوید تا توانت می کند آزار ما، ننگ دین و کف باشد بر آخوند رافضی، بار الها ذهن شیعه را منور کن از اشعار ما. استاد این آخوندها خودشون میدونن که قرآن و سنتی نیستن، اینا فقط اهل بیت رو برای درآمد جیبشون میخوان. آخوندها، بچه های آخوندها، همسر های آخوندها، به سمت توحید بیاین، تا موحد نشین خدا ازتون راضی نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون. سوال بیننده قبلمون برگردیم. پس نگاه کنید، ما الان یک عبادتی انجام داده در مقابل یک ظلمی انجام داده، نمیتونیم بگیم چون تو این ظلم کردی این عبادت رو انجام ندی. در اصل بایستی این عبادت رو که انجام میده مانع این ظلم بشود، یعنی اونو از ظلم باز دارد. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. نتیجه ای که کاری که ذکر خدا میکنه خیلی بیشتر هست، یعنی انسان همیشه بیاد خدا بودن. شما در فرمودن که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت و خرید و فروش میفرن که اونها را از یاد خدا غافل نمیکنه، همیشه بیاد خدا هستند. چون که انسان در هنگام خرید و فروش بیاد خداست که غل و غش نمی کنه، و همین که باعث نمیشه که به فراموشی بافتد،
نمازشو فراموش میکنه یا یک عبادت دیگری را فراموش کند. پس اینجا دو قضیه هست، یک اینکه حسناتی که انجام داده، یک گناهی که انجام داده. گناهی که انجام داده الان حق الناس هست، ظلمی که به کارگر کرده، ظلم به کارگر، ظلم به مردم، مال مردم خوردن، خب این حق مردم هست، خدا نمیبخشه، اون بنده بعد ببخشه. یک انسان روز قیامت که میاد حسناتی داره و این حسناتش ازش گرفته میشه، به کسانی که به اونها ظلم کرده داده میشه. چی براش؟ اگه مون، خب نمون دیگه از گناهان اونها برداشته میشه، به این شخص داده میشه. ولی بدونید که اینو تو ذهن خودمون قرار ندیم که چون ظلم میکنه نباید نماز بخونه، چون نماز میخونه حالا ظلم کرده پس نمازش باطل هست و انسان بدیست و نماز بد هست و از این حرفا. این برداشت بدیست. انسان نماز میخونه ظلم میکنه بهتر از کسیست که کسی که ظلم نکنه نماز نخونه. کسی که به خدا کافر هست، به خدا کافر هست، اصل خود وجود خدا را قبول نداره، دستورات خدا را قبول، دین خدا را قبول نداره، خدا از او به عنوان شر البریه یاد میکنه. انسانی که به خدا اعتقاد داره، ایمان داره، در مقابل یک سری گناهان مرتکب داره میشه، این انسان بهتر است از کسی که ایمان به خدا نداره، امکان داره بعد امکان بعضی کارهای خوبم انجام بده، نه به خاطر ایمانش به الله داره این کار انجام میده. چون مسئله تو اینجا خدا تو رو فرستاده که این دستوراتش انجام بدی، کوتاهی کردی، ایمان داری، کوتاهی کردی، مؤاخذه میشی، ایمان نیاوردی، خب باید با شدت برخورد میشه دیگه. نتیجه کفر و شرک خداوند در قرآن ذکر کرده که انشالله اگه شد آیات مرتبش میکنیم. سوره حج خیلی جالب بود وقتی صحبت، سوره مبارکه اسراء خیلی جالب است وقتی صحبت از شرک میشه و کفر میشه، خیلی نتیجه شرک و کفر رو میگه، هم در دنیا و هم در آخرت، همچنین در سوره نساء هست جای دیگه که انشالله یک برنامه در این مورد صحبت میکنیم. پس خیلی وقتا میگن که خب آقا این نماز نمیخونه و ولی آدم خوبی است، ظلم نمیکنه، دروغ نمیگه، ولی این نماز میخونه دروغ میگه، این مسلمان ها نماز میخونن دروغ میگن، کافر نه کافر هست فلانه ولی دروغ نمیگن. خب این معیار برتری نمیشه. تو مادیاتی تو داری میخوای قرار میدی، ولی مسئله بندگی برای الله هست. کسی که اصلا وجود خدا رو قبول نداره، تو چطور میخوای با کسی که وجود خدا رو قبول داره، ایمان به خدا داره، موحد هست، اون یک سری گناهان داره، اشتباهاتی داره، نفس بشری است، نمیشن با هم قابل مقایسه، قابل مقایسه نیستن، نمیتونی هر دو رو در یک کفه بذاری. کسی که شرک هست خدا فرمونده تمام اعمالش باطل هست. خب اونم اعمال، اون کسی که مسلمان هست، ایمان به خدا داره، اعمال صالح انجام داده، وزن میشه اعمالش، از اعمالش گرفته داده میشه، گرفته میشه، داده میشه به این فرد، آخر نجات پیدا میکنه در نهایت، زندانی میره، عذابشو در جهنم میبینه و بعد نجات پیدا میکنه، مدت زمانی براش نوشته میشه به فرمان خدا که چقدر بعد این عذاب ببینه. حکم خدا صادق، قاضی القضات الله هست در روز قیامت، موازین القسط در روز قیامت الله قرار میدن. ولی کسی که از اصل برای خدا یا شریک قرار میده یا ایمان نداشته به الله، منکر وجود خدا بوده، به هیچی نداره، هیچی نداره، و اون عمل خیر هم که داشته باشه نجاتش نمیده از جهنم، زیرا اون عمل خیرش به خاطر خدا انجام نداده، به خاطر خدا نبوده. نمیگه که چون خدا دستور داده من این کارو انجام میدم. خب برگردیم یک کمی به موضوعمون، چون حقیقتا خیلی بحث مهمی است که چرا ما باید همیشه به یاد خدا و چرا همیشه اذکار رو تکرار میکنیم. اصل در اذکار اینه، در طاعات و عبادات همیشه ما باید انجام بدیم، اصل دوام هست، مگر این چیزی که شارع، خدا، پیامبر استثناء کردن. مثلا اصل اینه که ما
همیشه در هر وقت نماز بخونیم. والذین هم علی صلاتهم دائمون یحافظون علی صلواتهم، مداومت بر نماز، یعنی اصل اینه. ولی خب یه وقتایی گفته نماز نخونید، اوقات نهی هست، سه وقت از گفته در این وقتا نماز نخونید، یا اینکه پنج وعده وقت نماز فرض قرار داده، خب که باعث ملل و خستگی انسان نشه. ولی در اصل اینجیه که دائم بودن، دائم انجام میده. و همچنین مسئله روزه، اصل اینه که همیشه انسان روزه باشه، اما چون یک عبادتیست، این عبادت باید همیشه باشه. چرا این تخفیف داده شده؟ چرا شرع اومده این تخفیف رو داده؟ که انسان دچار ضعف نشه. وقتی دچار ضعف شد خسته میشه و بعد امکان داره اصل عبادت رو رها کنه. در مسئله صدقه بیایم، از اینه که همیشه انسان صدقه میده. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا فی السراء والضراء، فرمودن هر حالتی. اصل اینه که انسان همیشه انفاق کند در هر چیزی که بتونه، حد توانش باشه، اندکی، چیز اندکی هم باشه. یه وقتی امکان داره صدقه از مال باشه، وقتی صدقه امکان داره از تبسمت باشه، کمک کردن به دیگران باشه، در یه حرفی خیلی بزنی کمکش کنی، بارش جا به جا کنه، هر به هر نحوی باشه یک صدقه میشه. اصل در حج عمره هم اینه که انسان همیشه حج عمره بره، برمان که تابع و بین الحج و العمره. اما یک بار فرض شده، خاطر اینکه انسان نمیتونه، زحمت هست، شرع خودش میاد به تو میگه که اینجا این استثناء هست. همچنین در بحث تلاوت قرآن که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه رجل آتاه الله القرآن فهو یقوم به آناء اللیل و النهار، شب و روز قرآن میخونه. پس مقصد، هدف این عبادات اساسی و بزرگ چیه؟ که انسان همیشه دائما بندگی کند برای الله. همیشه ما برای بعد بنده الله باشیم. چرا پنج بار نماز میخونی؟ برای اینکه همیشه بنده خدا باشی. چرا بعد روزه میگی؟ روزه فرض هست، بعد روزه های سنت هست، دوشنبه پنجشنبه هست، سه روز در ماه هست. ببینید این دوام. یا اگه کسی بخواد، بهترین روزه روزه داوود هست که یک روز روزه میگفت، یک روز افطار میکردن. اینه که همیشه شما مشغول یک عبادتی هستید، از این عبادت بیرون اومدی یک عبادت دیگه هست. همطور که قرآن فرمان که فإذا فرغت فانصب، از این فارغ شدی، تموم کردی، عبادت دیگه. و یا امکان داره احیانا انسان چندین عبادت با هم انجام بده، همطور که در حدیث میخونیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که من اصبح منکم اليوم صائما، امروز کدام یک از شما روزه دار هستید؟ ابوبکر صدیق گفتن که رسول من. بعد گفتن که چه کسی دنبال جنازه رفته؟ گفت من یا رسول الله. چه کسی این کارن؟ گفت که من. چه کسی این کار انجام؟ گفت من. یعنی کن در یک فرد چندین عبادت رو انجام میده. حالا هر وقت که استثنایی پیش میاد دقت کنیم، هر وقت یک استثنایی شریعت قائل شده برای یک مصلحتی است، این مصلحت یا اینه که ما خسته نشیم، چون وقتی خسته شدیم عبادت انسان دیگه ترک میکنه، خسته شده دیگه ول میکنه. نگفته تو همیشه نماز بخون، همطور که در اون روایت هست که در ابتدا 50 بار نماز فرض شد، بعد اومده 5 تا که و اجر همون 50 تا هست. و یا اینکه شما از یک، این وقتی گفته این کار انجام، یک عبادت به عبادت دیگه میری، این عبادت رو رها میکنی، عبادت دیگه انجام میده. مثلا وقتی که امام خطبه میخونید، شما قرآن نمیخونید، شما دیگه ذکرهای دیگه نمیخونید، دیگه نماز سنت همینطور بلند بشید نماز سنت بخونید نیست. این کار یعنی از یک عبادتی شما به یک عبادت دیگه میرید. همیشه میشه زندگی انسان مؤمن
از یک عبادت به یک عبادت، همیشه در عبادت هست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خب چون وقت برنامه هم حقیقتا نزدیک تموم هست، پیام های بینندگان هم ما داشته باشیم، تماس بینندگان داریم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان به شما زنگ زده ایستادم و بفرمایید. میخواستم یک وقت شما رو گیرم و یک دو سوال داشتم. بفرمایید. انسان در کدام وقت میتواند به حج سفر کند؟ آماده سفر به حج. بله. یا سوال دوم. سوال دوم من این است که طواف های با مذهب جدا شدن چی؟ بله، متوجه سوالتون نشدم. سبب‌های با مذهب جدا شدن. سبب‌های جدا شدن از مذهب. چه مذهبی منظورتون؟ سبب‌های با مذهب. خب، تماس چون قطع شد. نگاه کنید در مورد اینکه چه شرایط انسان داشته باشه، اول اینکه انسان وقتی که شرایط مالی داشته باشه، صحت و تندرستی داشته باشه، باید برود به حج. دقت کنید بینندگان عزیز، شما اگر توانایی مالی داشته باشید، صحت و تندرستی هم داشته باشید، شرایط باشه، میتونید برید واقعا. حالا چه ثبت نام بکنید، چه خارج از اون ثبت نام شما بتونید به حساب سهمیه دست بیارید، باید انسان بره و باید انسان نیتش رو داشته باشه، زیرا که قرآن فرمودن که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی بتونه باید، برش فرض هست که بره حج. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، کسی که کفر ورزد خدا بی‌نیاز هست، یعنی اینکه تو نری، تواناییشو داشته باشی، اصلا به فکرش نیستی، برات مهم نیست، برات خودت صد تا عذر میتراشی. خدا از این کار به عنوان یک کفر یاد کرده، و من کفرم فان الله غنی عن العالمین. نمیدونی که آقا تو امسال شرایط مهیاست، میتونی بری، سال بعد معلوم نیست اصلا تو زنده باشی، سال بعد تو صحت و تندرستی داشته باشی، سال بعد تو وقت داشته باشی، سال بعد تو پول داشته باشی، اصلا تمام اموالت از دست بدی، معلوم نیست. هیچ وقت نباید انسان یک طاعات و عباداتی که میتونه الان انجام بده به تأخیر بندازه. مگه نمیگید که کار امروز به فردا نینداز؟ همینه، شرایط برات مهیاس، میتونی، پولشو داری، برو، تأخیر ننداز. نتونستی، باید تو وجودت، تو قلبت این نیت رو داشته باشه که بری. خدایا برام میسر کن، دعا کن، از خدا بخوا که برات میسر کند، نه اینکه انسان بیخیال باشه، براش مهم نیست، من برام شرط معیا نیست. تو واقعا از خدا خواستی؟ وقتی که در سوره مبارکه توبه میان که
میگه که میان کسانی پیش تو که بهشون خرجی سفر جهاد تبوکو از تو میخوان، بعد تو میگی که من چیزی ندارم کمکتون کنم. خب اینها چیکار میکنن؟ خوشحال میشن؟ میگن خاله ما وظیفه اون انجام دادیم؟ یا اینکه نه، با ناراحتی و گریان از نزد رسول الله صلی الله علیه و آله بیرون میان. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. خیلی ناراحت میشن، نمیتونی بری ناراحت باش، نه اینکه بیخیال باشی، برات مهم نیست که بری حج نری، بری عمره نری، برات مهم نیست. میبینی که همه دارن میرن اما تو این خیالت نیست. این خیلی سنگین هست، این صفت انسان مؤمن نیست. لطفا تماس تصویری نگیرید، تماس اگه میگیرید تماس معذرت میخوام، تماس ویدیویی معذرت میخوام. خب بریم به تماس های قبلی بینندگانمون. این بینندمون جواب دادیم. در هنگام سلام دادن قبل از پایان نماز صدای اذان نماز بعدی شنیدن، حال حکم نماز خوانده شده چیز؟ نه دیگه، این شما نماز خوندید، حالا اگه تأخیر کردید تأخیرتون به عمد بوده، خب انسان مقصر هست، کوتاهی کرده دیگه، نمازتون خوندید حالا اذان میگه. شما یک رکعت هم که توی وقت بیفته، وقت قبلی تو وقت خونده باشید، نمازتون درست هست دیگه، بحث حتی نباشن قضایی نیست دیگه، نمازتون خوندید دیگه. بعد میگه در هنگام سلام به خاطر نیاریم که تشهد اول خوندیم یا نه، سجده صف کنید، سجده صف کنید. بعد خب بیننده اونی چند تا سوال داشتن، میگه بحث اینه که میگه نمازهای سنت، نمازهای پنجگانه در خونه بخونیم فرض در مسجد. اصلا همینه، نماز سنت در خونه خوندن خیلی بیشتر انسان اجر داره. رسول الله فرمودن که بهترین نماز فرد انسان در خونش هست، مگر نماز فرض، که نماز فرض انسان باید در جماعت بخونه، که حتی بعض از علما میگن فرض، هر فردی کسی بتونه نره مسجد نمازش باطل هست، گناهکار هست. بعض اون گناهکار هست، بعض میگن که نمازش باطل هست، باید بره به مسجد. پس اصل همینه که کار شما انجام میدید که انسان نماز فرض رو در مسجد بخونه با جماعت، نماز سنت رو در خونه. فرمودن که خونهتون رو قبرستون قرار ندید، سوت و کور باشه، درش قرآن بخونید، نماز بخونید. بعد میگه که ولی در قرآن به چه معناست؟ ولی از کلمه نزدیک و قرب گرفته شده، یعنی کسی به تو نزدیک هست، یعنی دوست، یاورت، کسی که محبتشو داری. خدا ولی مؤمنان هست و مؤمنان اولیای خدا هستند. یعنی چی؟ یعنی همدیگر رو دوست دارن. مؤمن به کمک دین خدا میشتابد، دفاع از دین خدا میکنه. الله سبحانه وتعالی هم بندگان مؤمنشو دوست داره، به اونها کمک میکنه. سوال بعدیش میگن که ما اهل سنت اگه اجازه بدید، چون وقت برنامه خیلی کم هست، پیام عقیده که داریم چند تاست؟ منظور سوالت متوجه نشدم، میخواستم بدونم. برای مثال میگه ما شهادت از فاطمه زهرا نداریم، خب اصلا شهادت نیست، کاملا دروغ هست، هیچ روایت صحیح حتی هم شیعه نداره، حتی شیعه هم روایت صحیح در این مورد نداره، دقت کنید، حتی شیعه هم روایت صحیح نداره در این مورد. ای...
سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ما به ایران زندگی میکنیم، تهران مسجد نیست برای اهل سنت که به نماز بریم، به جماعت نمیشه نماز بخونیم، نماز تو قبول میشه. و بعد دیگه استاد این مسجدای هست اینجا جمع شدن افغانی و اینجا نماز میخونه، ولی از جای ما دوره، اون نمیتونیم بریم. بله را دوره. خب شما در اینجا انشالله شما اولا اگه میتونید خودتون تو خونه جماعت برپا کنید، چون شما الان معذور هستید دیگه، مسافت خیلی دور هست نمیرسید، و سعی کنید خودتون تا میتونید تو خونه جماعت بخونید، حتی شما امام بشید، همسرتون، پدرتون، مادرتون، فرزندتون مأموم شما بشن، یه نفر بالاخره نمازها جماعتی بخونید، نذارید که نماز جماعت شما نخونید، نماز جماعت بخونید، حتی تو خونه که باشید، حتی برادرانی که داد یافته هستن و میترسن، خب خودشون یه جای جمع بشن، اگه مسجد نمیتونن برن یا مسجدی نیست خودشون جماعت بخونن. نماز جماعت خیلی مهم هست، نماز جماعت، جماعت، جمع، فرد هیچ چیزی نیست، همیشه جمع. انسان وقتی که جمع میشه ارزش داره. خب بعد سلام علیکم و رحمت الله. ماشاءالله پروفایل کودکتون گذاشتید، ماشاءالله خدا حفظشون کنند، از بلا به دور باشند. یا میگن که بعد خب امام معصوم نداریم، اصلا هیچ جا نیست، تو قرآن هم نیست، کمک گرفتن از غیر الله که اصلا شرک هست. سلام علیکم. بیش از 50 تا از این مثال ها به من بگید. خب شما یاد کنید بحث قرآن هست، قرآن قابل فهم هست، مثلا میگید قرآن قابل فهم هست، قرآن تحریف نشده، قرآن قیمی نداره. خب این هست، بین خودت و خدا واسطه قرار ندید. دیگه خیلی چیز دیگه هست، مسائل عقیدتی اهل سنت در مورد صالحین انسان نباید غلو کند و نه در مورد اونها کوتاهی کند. بین خودت و خدا هیچ واسطه قرار ندی، بس اینه که کسی نمیتونه شفیع تو بشه، نمیتونه بگی برای من شفاعت کن یا بگی که از من ازش بخواهی. خیلی مسائل دیگه هم هست، لو الان من تو ذهنم دیگه بیشتر از این نیست الان. بعد بیننده عزیز میگن که حالا که اینجور بحث این همون کائنات و از این حرف هاست که شما میگیم چیکار کنم که خدا منو دوست داشته باشه. شما طاعات و عباداتی که خدا ازت خواسته، فرضها رو انجام بده، سنت ها رو انجام بده، خدا تو رو دوست میداره. خدا که در رحمتش رو بندش همیشه باز هست. در حدیث رسول الله میفرماند که آنچه که حدیث قدسی است که خدا بر من و تو فرض کرده، خدا اونو دوست داشته، دوست داره، یعنی یک عمل صالح است. نماز بر من و تو فرض کرده، یعنی خدا نماز رو دوست دارد، چون تو داری با خدا صحبت میکنی، کانال بندگی با خداست. بعد وقتی میای نمازهای سنت میخونی، بیشتر میخونی، حالا خدا تو رو هم دوست میداره، به یک مقام بالاتری میرسی. دروغ نگو، خدا خوشش نمیاد. پس چیز بده، کسی که دروغ بگوید چی میشه؟ منفور درگاه خدا میشه. میگه زنا نکنید، مشروب نخور، نگاه به نامحرم نکن، فلان نکن، کارهایی که نهی کرده انجام نده، خدا دوست ندارد. کسی که انجام بده خودشو از خدا داره دور میکنه. پس طاعات و عبادات انجام بده، خدا تو رو دوست خواهد داشت. بعد میگه که من همیشه دعا کردم، گفتم خدای تو منو سالم و پولدار کن. اصلا خدا
دعامو مستجاب نکرد، زندگی من بدتر شده. خود تو باید برادر عزیز، نمیشه انسان بشینه دعا کنه. این سیستم همین کائنات هست که میگه تو بشین تخیل کن پولدار میشی. از کائنات بخواد تا پول بهت بدن، از کائنات بخواد تا ماشین بهت بده، خونه بهت بده، زن بهت بده، بچه بهت بده. خب چی انسان عاقلی میتونه قبول کنه؟ آقا قانون خدا اینه که تو باید سعی و تلاش کنی و باید دعا میکنی. از خونه میری بیرون دعا میکنی، توکل تو علی الله، خدایا مال حلال، رزق و روزی حلال، خدا برکت بده. برمیگردی به همین صورت تو هنگام کارت باز به یاد خدا هست. یعنی بحث برنامه‌مون بود دیگه که انسان به یاد خدا باشه، غلاغشی تو کارش نباشه، خیانت نکند، دزدی نکند، چیزی کم نکند، طبق اون قراردادی که داره کار کند، خیرخواه صاحب کارش هم باشه. خب شما دعا کنید، مثلا میگه خدا به من سلامت سالم کنه. خب بعد تو بعد اسباب سلامتی میگیری، انسان بیاد مثلا مشروب بخوره، سیگار بکشه، قلیان بکشه، هر چیز بدی بخوره، غذای ناسالم بخوره، بعد خدا منو سالم کن. بعد میگه خدا دعای منو مستجاب نکرد. تو خدا را برداشت از خدا چیه؟ خدا مثل این که به عنوان نعوذ بالله استغفرالله یک مستخدمی است در نزد شما حساب میکنید که هر چی خواستی شما فوری بگه چشم بنده هم خواسته، من در خدمت بنده هم. استغفرالله، نعوذ بالله. دعا تو بعد احساس کنی که داری با خدا صحبت میکنی، خدایی که از تو بی نیاز هست، تو نیازمند است، نیازاتو بر خدا عرضه میکنی و به الله واگذار میکنی که الله انطور که خودشون صلاح میدونن چه زمانی اون نیازتو رو برآورده کنه، همون عین اون به نمونه دیگه یا اصلا امکان داره برآورده نشه. اما تو در درگاه خدا ایستادی، با خدا صحبت میکنی، خدایی که به تو قریب هست، فعنی قریب، نزدیک هستم، اینو باید احساس کنی. ولی وقتی که انسان بیاد وارد معامله با خدا بشه و بگه که خب حالا دعای منو قبول نکرد، من دیگه خلاص، قهر میکنه با خدا، مثل بندگان با خدا رفتار میکنیم. خدا که من تو نیازی نداره، من تو نیازمند هستیم، حالا دعا نکن چی میشه؟ کی ضرر میکنه؟ خدا ضرر میکنه یا تو یا من؟ من و تو ضرر میکنیم. تو یه با یک انسانی قهر میکنی، چی میشه؟ امکان داره حتی شما با همونی هم که قهر کردی دچار یک ضررهای اجتماعی روحی میشی. ولی خب امکان داره موقت باشه. ولی تو با الله سبحانه وتعالی داری قهر میکنی، ترک دعا میکنی، خب خدا چه ضرری میکنه؟ که تو دعا بکنی یا دعا نکنی به خدا نفعی نمیزن، ما این به نفع من و توست. من و تو داریم با خدا سو. وقتی تو میری با یک صحبت میده درد دل میکنی، یه تو تو حرف خوب برات میزن، چقدر راحت میشی، درد دل تو با این طرف در میان گذاشتی، بعد میگی که ها ها راحت شدم، یه کوهی بار سنگینی از دوشم برداشته شد. وقتی که با الله تو داری صحبت میکنی، دعا میکنی و احساس میکنی که اصلا فرمودن که فعینی قریب، من به تو نزدیک هستم، فعینی قریب، بعد خدا مجیب هست، سمیع هست، میشنود، میبیند، اجابت میکند، خداوند حکیم هست، حکمت داره، علیم هست. خب اینها دوتا باید همه در نظر داشته باشی. همین نزدیک بودن، تو اگر این لذت نزدیک بودن به خدا انسان احساس نکند، خیلی ضرر کرده. خب وقت برنامه‌مون دیگه کاملا تموم شده. آخرین پیام از تاجیکستان هست، اگه شد میگیریم اتاق برنامه با اجازهتون. بله، سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. شیخ ما اتمی اکو سوالتون. ما بخاطر امی نماز صحبتوی شما را گوش داریم، بخاطر نماز گفت. یک سوال بستیم از شما. شیخ ما امی که برای زیست انجام نمیتیم. یعنی حق دیگه کس رو بسریب و میرنگ نمیبریم با
مهنتی حلال نام میخوریم، میگیم وقتی نمازو دا میشه که قضا میکنیم نمازو مونا در نزد الله عزوجل. خیلی میدونیم که گناهگار میشیم، لیکن علاج نیست. میشه که با جای نماز خوندن صد بار یا دو صد بار استغفر الله یا سبحان الله الحمد لله توبه کنید. خب انشالله پاسخ میشنوید. بله بله، بس از تلویزیون پاسخ رو بشنوید. بس نها کنید، انسان عمدن ترک نماز کند، عمدن ترک نماز خیلی مشکل هست. یکی دیگه قابل قضا شدن نیست که کسی عمدن نمازی را قضا کند. عمدن هیچ عذری نداره، میگه بدتر بعدم میخونم. فراموش نکرده باشه، خواب نیفتاده، خب اصلا این قابل قضا نیست. یک. دو، خیلی از علما میگن این دیگه از داره اسلام در رفته. یک نماز انسان عمدن ترک کند از اسلام بیرون میره، میخواد بعد از نوبت شهادتین بگه مسلمون بشه. اصلا نمیشه شما جای نماز بیاید سبحان الله بگید، استغفار کنید، هر چی عبادت جای خودش هست، بشین قرآن بخون، هیچ تأثیری نداره. برو صدقه بده، تأثیری نمیذاره. نماز جای خودش هست، هر عبادتی یه وقتی داده تو باید تو سر وقتش انجام بدی. مثلا نماز ظهر مثلا 3 ساعت وقت داری، حالا تو اول وقت خوندی، وسط وقت، اواخر تقریبا وقت، قبل از اینکه وقت بیرون بره، خب قبوله. ولی که انسان تأخیر بندازه، عذرم نداره، همون سر کارت بخون. به هیچ عنوان شما نباید نمازتون تأخیر بیفته. دیگه امکان داره شما فراموش کنید، اینقدر مشغولت مثلا باشه، یه وقتی سرتون خیلی شروع باشه، متوجه نشدید، اذان نشنیدید، متوجه خروج وقت نشد، خب این انسان معذور هست. ولی اینکه انسان بدونه و نمازشو به تأخیر بندازه، وقتش بیرون بره، عذری نداشته باشه، عمدن، خب درست نیست. ولی یه وقتایی نکنید، یه وقتهایی، نه همیشه، وقتهایی که انسان مثل این حالت خیلی سرت شلوغه، میتونه انسان نمازو جمع بخونه. البته تو مذهب امام حنیفه جمع کردن نیست، تو باقی مذاهب هست، مذهب امام مالک، امام احمد، امام شافعی. شما میتونید، کسی که شرایط کاریش بیگونه است که نمیتونه مثلا سر اون پستش نماز مثلا عصرشو بخونه، میگه وقتی که رفت دیگه نماز تا مغرب هست، مثلا موقع مغرب و دوام کاریش تموم میشه و عصر هم نمیتونه بخونه، اینجاست ناچارن نماز عصرشو با ظهر میخونه، جمع میخونه 4 رکعت 4 رکعت، به خاطر ناچاری. دقت کنید، ناچاری، اجباری، اجبار هست، یکی اجبار داره. ولی اینکه نه، شما اجباری نیست، ولی خب نمیخونی، نه این کار نکنید، خیلی خطرناک است. خب خدا فرمان هم ممنون که به ما وقت بیشتری دادید. شما بینندگان عزیز هم با تشکر از شما و تشکر از و عذر به معذرت از بینندگان، نتونستم پاسخ سوالاشون رو پاسخ بدم، تماسهاشون رو جواب بدیم. تا برنامه بعد، همه ای ما در حفظ و پناه خدا، هیچگاه خدا را فراموش، همیشه بیاد خدا باشیم، چون یاد خدا خیلی کار قضیه سبکی است. همیشه ذکر خدا کردن و بیاد خدا بودن، خودمون رو عادت بدیم، همیشه تسبیح خدا بگیم، بیاد خدا باشیم. وقتی تسبیح هم میگوییم بدونیم چی میگیم، با خدا باشیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابی اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.